همزمان با آغاز دهه محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان، شهر مقدس کربلا حال و هوایی وصف ناشدنی دارد و زائران و مجاوران با راه اندازی موکب‌ها و دستجات عزاداری این روزها و شبها را گرامی دارند. به گزارش تصویری که همکارم در رابطه با حال و هوای موکب‌های حسینی در اولین روزهای دهه محرم در کربلا تهیه نمودند توجه فرمایید. با فرا رسیدن ماه محرم، کربلا به قلب تپندی عشق و ایثار تبدیل می شود. اینجا جایی است که تاریخ با هر قدم و هر نگاهی زنده می شود. شهری که هر گوشش حکایتگر حماسی حسینی است. در این روزها موکب‌های حسینی چون نگین‌های درخشان در خیابان‌های کربلا می درخشند. این موکب‌ها با دست‌های پرمهر خادمان به زائران خدمت می‌کنند. خادمانی که از سراسر جهان آمدند تا عشق و ارادت خود را به سید شهدا علیه السلام نشان دهند. دیگه مواکب الحمدلله برگزار شده دهه اول محرم. ولو بعضی از مواکب دو سه روز زودتر شروع کردند. الحمدلله رب العالمین. قول قوه الهی مراسمی که از قدیم بوده، یعنی برای عزاداری امام حسین، نوکری خادمین امام حسین، زائرای امام حسین در کربلا و در تمام اقصا و نقاط شهرهای اسلامی، ولو توی مذاهب دیگه هم، یعنی هستن کسایی که مواکب برپا میکنن، عزاداری امام حسین برپا میکنن، ولو در مذاهب غیر شیعه. از ایران و عراق تا پاکستان و لبنان، از اروپا و آمریکا تا هند و آفریقا همگی گرد هم آمدند تا با دلهای پر از عشق زائران را در این سفر معنوی یاری کنند. هر موکب نمایندی از فرهنگی خاص اما پیامی واحد، پیام خدمت به زائران امام حسین علیه السلام است. آدم وقتی این همه مواکب، این همه نوکر، این همه زوار امام حسین رو میبینه، واقعا اون کشتی معنای واقعی کشتی نجات پی میبره. این همه مردم عراق، مردم ایران دست به دست هم دادن تا برای زوار امام حسین کم نذارن. صبح، ظهر، شب همراه امام زمان دارن خدمت میکنن واسه زوار امام حسین که هیچ زواری نه گرسنه بمونه، نه بی خواب بمونه، نه بدون موکب بمونه، نه بدون استراحت بمونه. الحمدلله و المنه. آدم کیف میکنه میبینه و غبطه میکنه به حال اینا که بدون هیچ چشم داشتی، بدون یه ذره خوابی، استراحتی دارن خدمت میکنن در راه با عبدالله لسه. یکی از خادمان میگوید این افتخار بزرگی است که هر سال در این مکان مقدس خدمت کنیم. هر چیزی که داریم با عشق به امام حسین علیه السلام تقدیم میکنیم. زائران نیز از تجربه های بی نظیر خود میگویند. یکی از زائران از ایران با شوق و اشتیاق میگوید این موکب ها تنها برای رفع نیازهای مادی نیستن، بلکه اینجا روح ما نیز با محبت و مهربانی سیراب می شود. مواکب خیلی خوب هستن، اینکه این عشق و این شور رو دارن که برای سید الشهدا، برای اهل بیت این کار میکنن و از جونشون مایه میذارن. این غذا و این عطامی که به خود پخش میکنن. هنوز اسم امام حسین هر روز روز به روز بیشتر از قبل میشه. الحمدلله رب العالمین. حس خیلی خوبی داره، حسی خیلی خوبی بین زوار داره و این محبتی که بین زوار سید الشهدا دارن. با نزدیک شدن به روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی، جو کربلا پرشورتر، هیجان انگیزتر می شود. موکب ها شبان روزی در خدمت زائران هستند تا هیچ کس بدون کمک و خدمت نماند. اینجا در این دانشگاه عشق و ایثار همه برای زنده نگه داشتن یاد به راه امام حسین علیه السلام تلاش می کنند.